این سوال که مطرح شده رابطه تقابل میان روشنفکری و عوام‌گرایی است و به دنبال این سوال هم پرسیده شده که به نظر میرسه که روشنفکری در انطباق قرار میگیره با اون چیزی که گفته میشه چپ، یا روشنفکرها به نظر میرسه که همیشه در چپ قرار میگیرن. ما نمیتونیم از روشنفکران راست صحبت بکنیم یا نه، و رابطه این با عوام‌گرایی حالا چطوری میشه؟ ببینید، ما باید خیلی من کوتاه این رو توضیح بدم، ولی بحث بازی هستش که حالا یا با سوالات شما باید ادامه پیدا کنه یا به هر حال در جلسات آینده و بحثایی که قبلا کردیم من این بحث رو کردم. ما این مشکل، این رو به طور کلی میگم که در نظر داشته باشید، ما این مشکل واژگانی داریم در سطح زبان فارسی، و اونم این هستش که این واژه‌هایی رو که ما داریم به کار میبریم ظاهرا فارسی هستن، ولی در واقعیت قضیه اینها همه ترجمه هستن و اینها ترجمه‌هایی هستن که عمدتاً در 50 سال اخیر وارد زبان فارسی شدن. حد اکثر حالا دیگه خیلی بخواین برید عقب، باید بگین در 70 سال اخیر، از سالهای ابتدای دهه 30 وارد زبان فارسی شدن و اغلب هم از زبان فرانسه وارد شدن. از یک زمانی به بعد، مثلا از سالهای تقریبا دهه 50، انگلیسی شروع کنه جایگزین فرانسه شدن، ولی به هر حال از غرب وارد شدن. این هستش که مثلا ما وقتی میگیم روشنفکر در فارسی، شما میبینید که تعریف دقیقی نداره، به خاطر اینکه افراد نمیدونن دارن از چی صحبت میکنن، و خب یه وقتایی در زبان اصلی هم تعریف دقیقی نداره، و ولی خب خیلی وقتا در زبان اصلی تعریف دقیق داره، در فارسی نداره. باید به این نکات توجه کنید که یه مقداری به قضیه نسبی نگاه کنید. من این رو یه مقداری توضیح دادم. لزوماً ما نمیتونیم بگیم روشنفکر در مقابل عوام هست، و بعدم باید اون عوام رو مشخص کنیم که منظورمون چیه. یه وقتی هست که ما داریم از آدم‌های عادی صحبت می‌کنیم، آدم‌های عادی که مثلا بهشون گفته میشه مردم، مردم در معنی عام کلمه، و که با عوام فرق میکنه. در عوام یک نوع نگاه منفی وجود داره با این کلمه عوام. وقتی ما اینطوری میگیم عوام، که از همینجا هم واژه پوپولیسم اومده، عوام‌گرایی، یعنی آدم‌هایی که سطح هوشیشون، سطح اشرافشون به مسائل پیرامونشون، مسائل علمی منظور نیست، مسائل اجتماعی و فرهنگی و غیره است، معمولا فرهنگ رو مبنا میگیرن، فرهنگی که بهش گفته میشه فرهنگ عمومی، یعنی جنرال کالچر. کسانی که این رو ندارند، یعنی اون چیزی که قاعدتا مدرسه و بعد دانشگاه، سالهای اول دانشگاه باید در اختیار افراد بگذاره، کسانی که در این ضعیف هستند، خب طبیعتاً این گرایش رو دارن که برن به طرف قرار گرفتن در گروه عوام، یا هرچه بیشتر وضعیت بدتری پیدا کنن، چون به هر حال این فرهنگ عمومی دائماً در حال بزرگ شدنه، و بستگی به این داره که شما چقدر بتونید خودتون رو همراه با فرهنگ عمومی جلو بیارید. مثل دارم براتون میگم، الان یک بحثی شروع شده به مطرح شدن از مثلا به صورت عمومی، نه اینکه این بحث قبلا نبوده، اول بحثا در حوزه تخصصی شروع میشه، از یه زمانی وارد حوزه عمومی میشه. مثلا الان بحث هوش مصنوعی، انقلاب هوش مصنوعی، تمام این مسائلی که مربوط به هوش مصنوعی میشه، به این اپلیکیشن ها و برنامه هایی که هوش مصنوعی به وجود آورده که باهاش میشه مقاله نوشت، میشه چه میدونم ربات ساخت و غیره، همین وارد حوزه عمومی شده. در این حوزه عمومی حالا بستگی داره افراد چقدر مطالعه کنن، چقدر مسائل رو دنبال کنن که از عوام زدگی فاصله بگیرن و بیان در حوزه که ما لزوما نمیتونیم بهش بگیم روشن فکر شدن، چون روشن فکر مقداری با صاحب قلم بودن، با نظریه پرداز بودن، با نویسنده بودن، با کار فکری کردن نزدیک میشه، خواه نخواه نزدیک میشه، کاریش نمیشه کرد. یعنی توی تمام جوامع در خود اروپا وقتی میگن انتلیکتوئل، به هر حال به این چیزا نزدیک میشه، و میشه گفت کسانی که به هر حال از دور یا نزدیک
به نوعی با کار فکری آشنان، و حالا اگه بخوایم از زبان بوردیو بگیم، سرمایه فرهنگیشون از یک حدی بالاتره که مسائل اجتماعی رو و فرهنگی رو با عمق بیشتری درک میکنن و مثلا تحت تأثیر جو بیرونی قرار نمیگیرن، تحت تأثیر تبلیغات، تحت تأثیر گفتمان های پوپولیستی قرار نمیگیرن. این افراد رو به یک نوعی میشه گفت روشن فکرن، میشه گفت که آدم های روشنی هستن، میشه گفت که آدم های اهل فکری هستن. یا مثلا واژه‌ای ما داریم در فارسی که در فرانسه هم وجود داره و در زبان های دیگه هم وجود داره، میگن آدم های با فرهنگ. به نظر من خود این مفهوم با فرهنگ بودن یه مقدار بحثمون روشن میکنه. ولی روشن فکر کلن ریشش هم از انقلاب روسیه میاد، از مفهوم، از واژه اینتلیجنسیا میاد که اشاره به خصوصی داره به مسئله این که کسانی که کار فکری میکنن و نه هر کار فکری، کار فکری که ربط داره به مسئله فرهنگ و ربط داره به مسئله نظریه پردازی و غیر و غیر. و حالا در خود روسیه در انقلاب 1917 این به خصوص حوزه سیاسی هم داخلش میشد. بنابراین به همین جهت هستش که خب کسانی که به این شکل کار میکردن کاملا قابل تفکیک بودن از کسای دیگه که کار فکری میکردن، ولی نه در قالب مثلا فرهنگی یا در قالب به اصطلاح مسائلی که مربوط باشه به تغییر اجتماعی. مثلا در نظر بگیرید یک حسابدار، خب یک حسابدار کار فکری میکنه، یا حتی یک اقتصاددان، یک اقتصاددان کار فکری میکنه، یک بانکدار کار فکری میکنه، بیشتر با ذهنش کار میکنه، با اعداد و ارقام کار میکنه و این ماتریالیته یا مادیتی در کارش نیست، ولی کسی به این نمیگه روشن فکر. خب اینجاست که میرسیم به این سوال که چرا روشن فکری با چپ بودن مترادف شدن. علتش این بوده که کسانی که یا خودشون به خودشون میگن روشن فکر یا دیگران بهشون میگن روشن فکر، اینا معمولا کسانی بودن و هستن که دغدغه اجتماعی دارن، دغدغه فرهنگی دارن، نسبت به آسیب‌های اجتماعی حساسیت دارن، به دنبال تغییر اجتماعی هستن، در مقابل کسانی که شاید اگه بخوام بگم نقطه مقابلش میشه افرادی که محافظه‌کارن، کانسرواتیو هستن، یعنی میخوان وضعیت موجود رو حفظ کنن. خصوصیتی که ما اغلب روشنفکران میبینیم این هست که اینها آنتی کانسرواتیو هستن، یعنی مخالف حفظ وضع موجود هستن. حالا وضع موجود لزوماً یک وضع وحشتناک نیست، مثلا فرض کنید در یک کشور جهان سومی دیکتاتوری وضع موجود دیکتاتوری، نبود آزادی، فقر، فساد، غیره. خب که اون کسانی که طرفدار تغییر وضع موجودن و اشراف هم دارن از لحاظ فکری که چطور باید این تغییر داد میشه بهشون گفت روشن فکر. ولی وضع موجود ممکنه حتی کشور مثلا توسعه یافته مثل سوئد باشه که در اون هم به هر حال مشکلاتی از آسیب‌هایی هست، مسائلی هست که کسانی هم هستن که در مقابل اینها راه حل میدن، باز اونها هم میشن یک تیپی از روشنفکران، در مقابلشون کسانی رو دارن که محافظه کارن و نمیخوان چیزی تغییر کنه. و این یک تقابله، یک تقابل خیلی شدیدتر دارید که اصلا شاید دیگه نشه گفت تقابل، چون ربطی به هم ندارن، و اونم تقابل با عوام و عامه گرایی هست، یعنی پوپولیسم هست. اینکه شما چنین چیزی به نظرتون رسیده علتش اینه که من این رو گفتم بارها و در برنامه دیگه هم گفتم که پوپولیست ها عموماً یکی از مسائلی که همیشه در مد نظر دارن و مطرح میکنن ضدیتشون با روشنفکر هستش، و ضدیت پوپولیسم با روشنفکران به این دلیل میاد که پوپولیسم برای اینکه بتونه رشد کنه نیاز داره که به مسائل پیچیده پاسخهای ساده بده، و روشنفکران عموما این سادگی رو نفی میکنن چون معتقدن که مسائل پیچیده است، چون واقعیت چمینه که جهان هم پیچیده است و به همین جهت این دوتا با هم در تضاد قرار میگیره. حالا این که پرسیدین و با این بحثم رو تموم کنم که پس ما یه روشنفکر راست نداریم
چرا ما روشنفکر راست داریم؟ اگر شما معنای روشنفکر رو بگیرید به عنوان کسی که متفکر، فکر میکنه، نظریه پردازی میکنه و به اصطلاح نظریه میده راجب جامعه، راجب فرهنگ و غیره، فرض کنید ما نظریه پردازان نژاد پرستی داریم، نژاد پرستی نظریه پردازان خودش رو داشته. شما اگر همین برنامه هایی رو که من راجب فاشیسم دارم گوش بدید، ببینید که هر کدوم از اینها کسانی بودند که شروعش کردند، که اینها خودشون عوام نبودن، روشنفکر بودن، متفکر بودن، اسطوره شناس بودن، نظریه داشتن. ما نمیتونیم بگیم اینا نظریه نداشتن. مثلا مگه میشه کسی راجع مثلا نمونش گوبینو، آرتور دو گوبینو که ایران شناس بود، ایران شناس فرانسوی بود و در این حال یکی از نظریه پردازان بسیار مهم نژاد پرستی هستش، و خیلی کسانی دیگه، موراس در فرانسه و دیگران که اینها روشنفکر بودن، نویسنده بودن و غیره. شما الان تعداد زیادی نویسنده دارید، یعنی کسانی که نویسنده داستان هستن و غیره، که راست هستن و حتی اولترا راست هستن. یکی از کسانی که خیلی در ایران معروفه و خب هم خیلی هم علاقه دارم بهش، همین یوسا هست. یوسا از به اصطلاح نویسندگان آمریکای لاتین که کتاباشو در کنار کتابای مارکز، فوئنتس، بورخس و دیگران همه میخرن. حتی یک نفر هم اکثرا ترجمه میکنه، خود آقای کوسری ترجمه میکنه، ولی خب یوسا فوق العاده راسته، یعنی دست راسته، تقریبا نزدیک به فاشیسمه و خب این، ولی کسی نمیتونه بگه یوسا روشن فکر نیست. بنابراین روشن فکر بودن عموما در گروه چپ جامعه، یعنی گروهی که میشه بهشون گفت پیشتاز، یا گروهی که میشه بهشون گفت معتقد به تغییر اجتماعی، به نفع بهتر شدن جامعه هستن، وجود داره. نه در بین محافظه‌کارها، ولی در بین محافظه‌کاران هم شما هم نظریه پرداز دارید، روشن فکر دارید و غیره، ولی وقتی که نوشته هاشون رو بخونید و مباحثشون رو بخونید، در همون جهت محافظه‌کاری خودشون مطلب می‌نویسن، نه در جهت تغییر اجتماعی. سوالی که مطرح شده این هست که من در صحبت اولی هم گفتم که تلویزیون و حالا فرق نداره، رسانه‌ها به طور کلی، حتی رسانه‌های دولتی و بگیم توتالیتاریستی، حتی فاشیستی، به نوعی میتونن به آگاهی منجر بشن. اینجا اون نکته که وجود داره در این صحبت که من میکنم همون نوعیش هست، یعنی این که وقتی من میگم میتونن به آگاهی منجر بشن، منظورم این نیستش که همیشه به آگاهی منجر میشن. اون جنبه‌ای که اینها افکار عمومی رو به انحراف میکشن خیلی بیشتر اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی وقتی ما مثلا از روزنامه ها یا تلویزیون و رادیو و دستگاه رسانه‌ای یک سیستم توتالیتر صحبت میکنیم، کارکرد اینا، هدفشون و اینکه چیزی که دنبالش هستن و چیزی که اغلب بهش در نتیجه میرسن، انحراف افکار عمومی. البته من این رو همیشه گفتم که تفاوت کشور توسعه یافته با کشورهای عقب افتاده و جهان سومی اینه که توی کشور توسعه یافته شما معمولا این رو متوجه نمیشید که دارید دستکاری میشید به وسیله رسانه، در حالی که توی کشورهای در حال توسعه متوجه میشید و کارایی ندارن. کشورهای در پیرامونی و جهان سومی معمولا خشونت زیادی درش هست ولی کارایی نداره. مثلا الان نگاه کنید که این استفاده از ابزار مثلا اعترافات تلویزیونی، که کسی بیاد به اون چیزایی که بهش فکر میکرده پشت بکنه، یا بگه من جاسوسم، یا بگه من چه میدونم خیانت کردم و غیره. میبینید که هنوز مثلا در ایران 40 سال از انقلاب گذشته هنوز هم از این استفاده میشه. قبل از انقلاب هم استفاده میشد، برنامه های شما مشابه همین رو داشت. خب این هیچ کارایی نداره، یعنی اگر شما بخواید
بگید که کارایی این در جهت اینکه افکار عمومی رو تخریب کنه تقریبا صفره. شما اصلا چنین چیزی رو نمیبینید در کشورهای دموکراتیک، ولی اونها هم راه های دیگه ای دارن برای همین کار که همین رو به صورتی مطرح کنن. یک مثلا فیلم مستند خیلی خوب میسازن که همین کار رو میکنه و تأثیرش هم فوق العاده بیشتره، ولی نمیان از همچین روش عقب افتاده ای استفاده بکنن. حالا اونجایی که من میگم به نوعی میتونه، منظورم چیه؟ من فکر کنم اگه این رو در رابطه با یه نهاد دیگه بگم خیلی خوب زود متوجه میشه. ببینین من همیشه جزو منتقدان دانشگاه بودم، گفتم دانشگاه به درد نمیخوره، تحصیل تو دانشگاه وقت تلف کردنه، شما در واقع فکر میکنید مثلا اگه برید رشته، مثلا میگم تو علوم انسانی، من دارم میگم علوم دقیقه رو کاری ندارم، مثلا اگه فکر میکنید برید مثلا زبان و ادبیات فرانسه بخونین، 4 سال که برید دانشگاه بعدش دیگه مثلا یه چیزی میشه برای خودتون در زبان و ادبیات فرانسه، همچه اتفاق نمیفته. این رو من همیشه گفتم، ولی در کنارش هم اینو گفتم که تحصیلات دانشگاهی حتی به بدترین شکلش باعث میشه که جامعه تحول پیدا کنه. چرا؟ به خاطر اینکه حتی اگر یک کسی بره دانشگاه، در بدترین دانشگاه بره، در به بدترین شکل هم بهش تدریس بشه، به هر حال یک مقداری از اون دیسیپلین دانشگاهی رو درک میکنه، در یک مجموعه قرار میگیره که اون مجموعه داره کار میکنه، اصلا میفهمه دانشگاه چیه، میفهمه استاد چیه، میفهمه دانشجو یعنی چی، چیزهای دیگه اونجا وجود داره، مثل انجمنهای دانشجویی با خیلی آدم ها آشنا میشه و خیلی چیزهای دیگه اتفاق میفته که اینا مثبته. من فکر میکنم مثلا یکی از دلایلی که جامعه ایران الان اینقدر متحول شده همین گسترش جمعیت دانشجویی کشور هست، که ما از 100,000 نفر در سال 57 الان تقریبا از 5 میلیون دانشجوی در حال تحصیل داریم و چندین میلیون دانشجوی داریم که فارغ التحصیل شدن و هر سال هم بین 500 تا 1 میلیون نفر فارغ التحصیل میشن. خب این تأثیر داره، ولو اینکه اون چیزایی که تدریس میکنن چیزایی نباشه که مورد تایید ما باشه. در مورد تلویزیون هم همینه. ببینید تلویزیون، رسانه و غیره، اون پیام هایی که میدن جای خود، ولی به هر حال در خودمون پیام ها نکاتی هست، روش هایی هست، سازوکارهایی هست که اونها یه مقداری به افراد منتقل میشه که اونها میتونه براشون مفید باشه، حتی به شکل منفی. مثلا من خیلی وقتا این بحث رو مطرح کردم که در کشورهای به خصوص پیرامونی اون هدفی رو که یک رسانه به اصطلاح دست راستی یا رسانه که در جهت مخالف روشن کردن اذهان میخواد کار کنه به اون هدف نمیرسه، ولی به عکسش میرسه. مثلا من فکر میکنم که اون چیزی که برداشت میشه از یک اعتراف تلویزیونی یا اون چیزی که برداشت میشه از یک برنامه تبلیغاتی پروپاگاند در تلویزیون، برای یک جامعه جوان، برای یک جامعه که حتی جوان هم نباشه یک تجربه روزانه داره، این روشنگرانه است و ذهنیتش رو فعال میکنه و منظور من به اون هستش. یعنی این که درست مثل اینه که شما حتی اگه کتاب بدم بخونید، بالاخره همین خانشی که انجام میدید این تأثیر میذاره به اینکه شما یک روش رو یعنی در خوندن بفهمید، یا اون کریتیکی که توی ذهنتون نسبت به اون کتاب بعد انجام میگیره ذهن شما رو هوشیارتر میکنه. حالا ما در قدیم مثال داشتیم، گفتن ادب از که آموختیم، گفتن از بیادبان، این همون هستش. یعنی من در اون جهت این بحث رو مطرح کردم، ولی این امکانم هست که اثر منفی بذاره، این امکانم هست که هیچ اثری نگذاره. فقط اینجا من یک مثالی اضافه کنم که به نظر من اگر قرار بین این باشه که یک کسی با یک رسانه، با یک سیستم رسانه ارتباط نداشته باشه ولی با یک چیز دیگه ارتباط داشته باشه که بهتر باشه، خوبه، ولی اگه با هیچ ارتباط نداشته باشه خیلی بده. ما در سالهای گذشته در ایران این تجربه رو گروهی از خانواده‌هایی که واقعا روشنفکرن بودن کردن. مثلا
حتما میدونید در یک مدتی مد شده بود که یک سری روشنفکرانی که معمولا هم وضعیت مالی خوبی داشتن، ثروتمند بودن پدر و مادرها، اینا بچه هاشون رو مدرسه نمیذاشتن، بهانه شون برای مدرسه نذاشتن این بود که تو مدرسه چیزایی به بچه ها درس میدن که ما دوست نداریم درس بدن و به یک نوعی شستشوی مغزشون بود و اینا بچه هاشون رو میذاشتن یا یک مدارس خاص یا اصلا مدرسه نمیذاشتن. گفتم ما همین چیزایی که توی مدرسه به درد میخوره فقط به بچه هم درس میدیم و بعد اینا میرفتن به صورت متفرقه امتحان میدادن، چون این امکان در ایران هست. تقریبا من با هر موردی در این زمینه سر و کار داشتم و تحقیق کردم و دیدم نتیجه منفی گرفتن، یعنی دیدن که بهتر بود بچهشون رو میگذاشتن تو همین مدرسه که هزار یک جور ایراد داره تا اینکه نمیذاشته، تا اینکه نگذاشتم بره مدرسه، برای که اون مدرسه با تمام اون ایراداش یک سری قابلیت هایی به فرد میداد که اینا توی خونه و با تدریس خصوصی خودشون به بچه هاشون نمیتونن انجام بدن. سوال مطرح شده در مورد اینکه کسی که روشن فکره باید چه دیدگاهی نسبت به مسئله قضاوت و نسبت به داوری کردن و به خصوص حکم صادر کردن داشته باشه و اشاره هم کردم به کامو. البته در اینجا مسئله مجازات اعدام رو هم مطرح کردم. در مورد مجازات اعدام البته کتابی هست که من خودم هم قرار ترجمه کنم، بعد به اون ناشر اختلافمون شد و داد به یکی دیگه کتاب رو ترجمه کرد، اونم ولی منتشر شده به کتاب، البته من نمیدونم ترجمه واقعا چیه، ولی انتشارات جاوید منتشر کرده تأملاتی درباره گیوتین که میتونید اون رو مطالعه کنید. بحث اعدامی بحث خیلی خاص هستش به دلیل اینکه یک جنبش ابولیسیونیست که ابولیشن میگن بهش تو انگلیسی و تو فرانسه میگن ابولیسیون، این یک جنبش خیلی با پیشینه تاریخی در روشنفکری، به خصوص روشنفکری فرانسه، حداقل سابقه 200 ساله داره و خب کامو و خیلی های دیگه از جمله ویکتور هوگو و دیگران، ویکتور هوگو شاید بگم یکی از اولین کسانی بود که سر این قضیه بحث داشت و یه مقدارم این برمیگرده البته در فرانسه به شوکی که اعدام های انقلاب ایجاد کرد، چون میدونید که در زمانی که انقلاب شد در فرانسه سال 1789 خب خیلی ها رو اعدام کردن، نزدیک به بیش از 15 هزار نفر رو فکر کنم اعدام کردن، 15 17 هزار نفر رو اعدام کردن و بسیاری از این اعدام ها، اکثریت مطلق این اعدام ها با گیوتین انجام میشد و گیوتین که دستگاهی که میشناسید که سر رو قطع میکنه و در ملأ عام هم انجام میشد و تماشاچیان زیادی هم داشت و این اعدام در ملأ عام تا دوره خیلی خیلی متأخری ادامه داشت و مثلا کامو در همون کتابش صحبت میکنه از دوران کودکیش و از خاطره ای، چون خودش پدرش رو ندیده بود ولی تعریف میکنه از اینکه پدرش گفته که شاهد یک مجازات اعدام بود، اون موقع در الجزایر زندگی میکردم و وقتی رفته و این مجازات اعدام رو دیده، وقتی برگشته حال خیلی بدی داشته و غیره، با وجود اینکه اون کسی که مرتکب جرم شده بوده خیلی جرم وحشتناکی رو مرتکب شده بوده، مثلا یک چند تا بچه رو کشته بوده و غیره، دقیقا الان یادم نیست، ولی بر تقدیر مسئله مجازات اعدام و از لحاظ اخلاقی مورد بحث قرار میده و از لحاظ اینکه جامعه‌ای که چنین خشونتی رو علیه یکی از اعضای خودش انجام بده، جامعه‌ای که خودش رو از لحاظ اخلاقی محکوم میکنه به اینکه سقوط کنه. اینو البته خیلی‌ها که مخالف جنگ هم هستن میگن، یعنی فقط در مورد اعدام مطرح نشده، در مورد جنگ هم مطرح شده، در مورد جنگ هم گفته شده که جنگ، به خصوص جنگی که جنگ دفاعی نباشه، یعنی جنگی نباشه که کسی به خونه شما، به کشور شما حمله کرده باشه و شما از کشورتون میخواین دفاع کنید و جنگ تهاجمی باشه،
یا جنگی باشه که روشن نیست دقیقا دلایلش چیه، چیزی که نه در جنگ جهانی اول روشن بود نه در جنگ جهانی دوم، به خصوص در جنگ جهانی اول مشخص نبود و ضرباتی که جنگ جهانی اول زد خیلی بیشتر بود از جنگ جهانی دوم، چون به هر حال توی جنگ جهانی دوم مسئله فاشیسم مطرح بود، جنایات فاشیسم مطرح بود و غیره، و به هر حال گفته میشد که باید جلوی این رو گرفت و مسئله اشغال سرزمین‌های دیگه به وسیله یک دولت فاشیستی که آلمان بود مطرح بود. خب این توجیه میکرد، ولی به هر حال اینکه افراد برن و آدم بکشن در جنگ این هیچ موقع نتونست حل بشه و هیچ موقع روشنفکران رو نپذیرفتن و کاملا هم استدلال میوردن از واقعیت قضیه، یعنی از این واقعیت که مجازات اعدام مشاهدهش یک تروماتیسم ایجاد میکنه، یک ضربه روانی ایجاد میکنه. اصلا به همین دلیل هم بود که مجازات اعدام در کشورهای مختلف از بین رفت و در که جایی هم که موند دیگه در ملأ عام انجام نمیشد و تلاش هم میشد که هرچه این با درد کمتری انجام بشه و مثلا مجازات با تناب اعدام و اینها تبدیل شد به مجازات مثلا با تزریق با چیزای مختلف که الان مثلا در آمریکا انجام میگیره. و بنابراین مجازات اعدام یک بحثه، مسئله که موضع تقریبا روشنفکران در این مورد، روشنفکران مترقی یعنی پیشتاز، من روشنفکران راست رو نمیگم به جز مواردی که من ذکر کنم، دقیقا منظورم همین روشنفکرانیست که لزومانم چپ نیستم ولی مترقی هستن، پیشتاز هستن، به دنبال خیر جمعی هستن، به دنبال تغییر مثبت جامعه هستن، تقریبا همشون ابولیسیونیست هستن یعنی مخالف مجازات اعدام هستن و همشون مخالف جنگ هستن و مخالف انقلاب هستن، یعنی معتقدن اینا انومیه، اینا چیزایی نیستش که چیز جالبی باشه، یه وقتی هستی که راهی باقی نمونه، یه وقتی هستی کشوری به شما حمله میکنه شما باید از خودتون دفاع کنید، یه وقتی هستش که یک سیستم اجتماعی به بنبست میرسه و هیچ راهی جز انقلاب باقی نمیذاره، خب انقلاب میشه، ولی اینا چیزای مثبتی نیست و معلوم نیست چی از توش در میاد. و بنابراین من از اون دیدگاه صحبت میکنم، از اون دیدگاه تقریبا تمام روشنفکران مخالف جنگ، مخالف انقلاب، مخالف مجازات اعدام، مخالف مجازات های بسیار بسیار طویل مدت هستند که هیچ امیدی رو ایجاد دیگه نگذاره برای اون کسی که توی زندانی که خارج چه یک روزی، چون معتقدن که این یک نوعی فرد رو به یک موقعیت خطرناکی میرسونه که ممکنه هر کاری بتونه انجام بده و مخالف اینا هستن. ولی روی یک نکته تاکید دارن تقریبا همه روشنفکران و منم کاملا با این معتقدم و اونم اینه که کار روشنفکر، و من به این اضافه میکنم که اینم همیشه گفته میشه، کار یک آدم علمی داوری کردن و قضاوت کردن نیست. ما همیشه میگیم که توی ادبیات علمی و توی نوشته علمی شما میبینید که همیشه گفته میشه که از قضاوت کردن یا قضاوت ارزشی میگن کردن جلوگیری کنید. ما همیشه میگیم وقتی متن علمی می‌نویسید توش قضاوت نکنید، کاری کسی که داره کار علمی میکنه قضاوت کردن نیست، قضاوت کردن یا کار یک دستگاه قضاییه یا مثلا در مواردی که به عرف ربط داره، به چیزای عمومی ربط میکنه، مربوط میشه به اصطلاح خودمون عرف غیره. این معنیش نیست که یک روشنفکر به صورت شخصی نمیتونه قضاوت کنه. من مثلا ممکنه راجب دوستانم، راجب دشمنانم، راجب آدمایی که میشناسم این تیپی از قضاوت بکنم و اون قضاوت رو هم مبنا قرار بدم برای اینکه رابطم رو با اون تنظیم کنم، مثلا ببینم یک کسی ارزش اینو نداره که من باش دوستی کنم یا برعکس خیلی آدم ارزشمندی است و باید باش دوستی کنم، سعی کنم یه جوری خدمت کنم بهش و غیره و غیره. این متفاوت با ببینید روشنفکر به عنوان شخص و روشنفکر به عنوان یک فرد اجتماعی عمومی متفاوته. من الان که اینجا دارم صحبت میکنم با مثلا یک گروهی از کسانی که نشستن و دارن گوش میدن یا حضور دارن، من الان در موقعیت یک فرد عمومی هستم، بنابراین اینجا من نباید بیام قضاوت کنم.
ولی خودم به عنوان شخص، به عنوان آدم مثل بقیه آدم ها میتونم قضاوت کنم. اینو در کارم نباید دخالت بدم. این معناش نیستش که بنابراین یک فرد قضاوت نمی کنه. منم مثل هر آدمی قضاوت میکنم، میتونم نکنم، ولی این رو سعی میکنم در به اصطلاح گفتمان عمومیم دخالت ندم. به هر حال من یک نظری دارم، مثلا در مورد اینکه یه آدم باید زندگیش رو چجوری انجام بده، چه زندگی مفیدیه، چه زندگی مفید نیست، چجوری باید با جامعهش برخورد کنه و غیره و غیره، ولی سعی میکنم این رو درس ندم. سعی میکنم که یعنی درس ندم که این رو در قالب یک قضاوت به کسی تحمیل نکنم، بلکه این رو در قالب یک تجربه، در قالب یک استدلال، در قالب یک مجموعی از نظریات انتقادی، مجموعی از نظریات تحلیلی مطرح کنم. کاری که در این مجموعه از صحبتهایی که در اینجا داشتیم هم کردم، یعنی که من نیومدم قضاوت کنم این کاری که داره الان در خیابون میشه یا نمیشه، درسته یا غلط. من نیومدم بگم این کاری که هر کدوم از شما دارید میکنید یا نمیکنید درست یا غلط. من میام نظر خودم رو میگم، استدلال های خودم رو میگم، تجربیات تاریخی رو میگم و غیره، و دیگه اون رو واگذار میکنم به خود افراد که تصمیم گیری کنن که میخوان چی کار کنن، ولی نمیام قضاوت کنم در مورد کاراشون. سوالی شده در مورد این که من در اون صحبت که کردم این فرمول نمیبخشیم نفراموش میکنیم یا که به صورتهای دیگه هم مطرح شده این مقداری مبهم صحبت کردم و اینطور گفتم که گویی این عبارت به یک معنای صرفاً انتقام جویان است. خب این تعبیر درسته، این نقد رو من میپذیرم، اونجا باید توضیح بیشتری میدادم. من همطور که شما گفتید خودم هم معتقد به این مسئله که بخواد به این شکل تعبیر بشه نیستم که اگر نمیبخشیم، اگر بگیم نمیبخشیم نه فراموش میکنیم پس یعنی هیچی، یعنی اصلا همه چیز رو بذاریم کنار. نه، من معتقد به این قضیه نیستم، یعنی من معتقد به این نیستم که اصلا باید همه چیز رو فراموش کرد و همه چیز رو بخشید و اصلا هیچ درسی از هیچی نه. اگر ما با یک سیستم به اصطلاح اقتدارگرایانه سر و کار داریم، آیا میتونیم بگیم که نه میبخشیم نه هم میبخشیم هم فراموش میکنیم بهترین راه حل و از هیچ کسی پاسخگویی نمیخوایم داشته باشیم؟ خب نه، مسلما نظر من این نیست. نظر من پاسخگویی لازمه، اما یک تیپی از واقع بینی هم لازمه. یعنی مثلا هم که گفتم در رابطه با چنین سیستمی ما به این توجه داشته باشیم که به این هر سیستمی رو که باهاش سر و کار داریم اولین بار نیست که در طول تاریخ به وجود اومده. که من در همونجا مثال زدم که تقریبا تمام سیستم‌های اتوریتر یا سیستم‌های اقتدارگرایی که بعداً تبدیل شدن به یک سیستمی که بهتر بوده و کمتر این مسئله اقتدار وجود داشته، به یک نوعی ناچار بودند که ببخشن. حالا بخشیدن نه از سر دل، یعنی مثلا یک نمونه خیلی معروف این قضیه در اونجا به صورت خیلی کوتاه گفتم، دولت‌های نظامی بودند که در آمریکای لاتین در سال‌های دهه 1970 و 80 سر کار اومدن. هیچ کدوم از این دولت‌ها تا زمانی که بهشون ضمانت‌های بسیار بسیار روشنی داده نشد و مطمئنی که تحت تعقیب قرار نخواهند گرفت کسانی که در کشتارها شرکت داشتن، کنار نرفتن و مجبور شدن این کار رو انجام دادن. یا مثال آفریقای جنوبی رو زدم که ماندلا خودش این ضمانت رو داد که کشت و کشتاری به راه نخواهد افتاد و نذاشت این اتفاق بیفته. خب آیا این به معنای این بود که بخشیده و فراموش کرده؟ نه، به نظر من. بنابراین این جمله رو میشه همونطور که شما گفتید به اون صورت فقط تعبیر نکرد و گفت که نمیبخشیم نفراموش میکنیم. معناش نیستش که مسئولیت ها رو فراموش میکنیم، معناش نیستش که به صورت مصلحت آمیزی برای اینکه جامعه وارد چرخه های خشونت نشه
به دنبال انتقام جویی نیستیم. بعضی هم این فرمول رو به صورت میبخشیم ولی فراموش نمی کنیم مطرح میکنن. بیشتر اجماع روی این عبارت هست، میبخشیم ولی فراموش نمی کنیم. یعنی چی؟ یعنی که ما به خاطر اینکه جامعه آرامش خودش رو از دست نده، وارد چرخه های خشونت و انتقام بعد از انتقام بعد از انتقام نشه، میبخشیم. یعنی به دنبال مجازات نیستیم ولی فراموش نمی کنیم و اینها رو اجازه نمیدیم که از خاطر کسی هم بره. و من با این فرمول از همه بیشتر نزدیک هستم. ولی در جاهایی هم که امکان داشته باشه، در مورد تمام مواردی که به نظر من مربوط میشه به آدمای زنده، معتقدم که باید دقیقاً این امکان رو داد که اینا از خودشون دفاع کنن و دادگاه به اصطلاح واقعی تشکیل بشه و این به نفع خود اون آدم ها هم هست، به خاطر اینکه اون کسانی که به هر حال کاری کرده باشن خب مجازات میشن و بعد از اینکه مجازات شدن دیگه با جامعه مشکلی نخواهند داشت و اون کسانی که کاری نکردن هم از مجازات معاف میشن و باز برمیگردن جامعه. تا جامعه به نظر من به طرف انتقام جویی نباید بره. من مبنای بحثم اینه، ما در یک سیستم اقتدارگرا، در یک جامعه چی میگن نرمال نیستیم که شما بخواییم بگین که در این هیچ کسی هیچ خطایی نباید بکنه و برای هر کسی خطا کرد باید حتما به همون شکل عادی مجازات بشه. شما باید به تمام مسائل دیگه‌ای که چنین مجازاتی میتونه به همراه داشته باشه توجه کنید. این مسئله در مورد سیستم‌های بسیار گسترده آنومیک در جامعه صادقه. مسئله جنگ هست، مسئله انقلاب ها هستن، مسئله سیستم های اتوریتر هستن وقتی که به تموم میشن و غیره. تو این موارد معمولا هر جامعه ای یک روشی پیدا میکنه که زودتر جامعه را از حالت دو قطبی شدن و از حالت تداوم خشونت، جنگ داخلی و غیره نجات بده. نمونه هاش هم بسیار بسیار زیاده، شاید اصلا انقدر زیاده که من فکر میکنم یه موقعی میشه اصلا راجب همین موضوع یک مجموعه از دروس و غیره گذاشت و راجب تک تک اینها صحبت کرد در قرن بیستم که چطور یک سیستم اتوریتر به یک سیستم دموکراتیک تبدیل شد یا برعکس یک سیستم دموکراتیک به یک سیستم اتوریتر تبدیل شد. در این مورد من البته صحبت کردم ولی در مورد عکسش صحبت نکردم که خروج از سیستم‌های غیر دموکراتیک چطوری میتونه انجام بگیره. منظور این بوده اگر اونجا روشن نیست باید به این وسیله تصحیح بشه. سوالی که مطرح شده اینه که چرا لزوماً تحصیلات دانشگاهی همراه با دانش سیاسی و اجتماعی و حالا یا بگید فرهنگی نبوده، حتی تحصیل در دانشگاهی جهان. ببینید چند تا نکته رو من مالا خوش شد این سوال رو مطرح کردی که به شما توضیح بدم. شما خیلی وقتا من میبینم که دانشجوان صحبت از این میکنه که استاد ما به رغم این که مثلا تحصیلات دانشگاهیش رو در این کشور یا اون کشور کرده ولی باز هم آدمیست که مثلا این اشکالات رو داره و متوجه خیلی از قضایان نیست و غیره. میبینید اولا در مورد این نکته من یه توضیح لازمی که بدم. شما وقتی که سرنوشت یا سرگذشت خیلی از همین اساتید رو میخونید یا کسانی که بهشون میگید روشنفکر و غیره و توی اون میبینید که یک بخشش نوشته که تحصیل کرده دانشگاه فلان، فارغ التحصیل دانشگاه بهمان غیره، به این نکته توجه کنید. یک چیزی را حتما نگاه کنید اونجا، ببینید مدتی که این فرد در اون کشور بوده چه مدتی بوده. ببینید من میتونم به جرأت به شما بگم 90% کسانی که در ایران الان دارن به عنوان استاد تحصیل کرده خارج دارن تدریس میکنن و همه تصورشون اینه که اینا خارج بودن پس چرا اینجور رفتار میکنن، مدتی که اینا خارج بودن یه چیزی بین 4 تا مثلا 5-6 سال بوده. ببینید 4 تا 5-6 سال اصلا تصور نکنید که معناش اینه که اینها توی اون سیستمی که بودن مثلا به اون سیستم شبیه شده باشن، چون هیچی نیست همچین رقمی. برای اینکه شما با یک سیستمی نزدیک بشید حداقل 10 سال زمان لازمه و
تازه معلوم نیست، یعنی گارانتی نداره. من خودم کسانی رو میشناسم 10 سال 15 سال حتی 20 سال توی کشوری بودن، هنوز که هنوز وقتی نگاه میکنی میبینی که این اصلا هیچ اتفاق نیفتاد. الان خیلی از مهاجرانی رو من میبینم که اینجا از سال 57 الان توی فرانسه هستن، یعنی نزدیک 40 سال توی فرانسه هستن و اینا اصلا مغزشون فریز شده در سال 57، یعنی اصلا مثل اینکه اصلا هیچ اتفاق نیفتاده، یعنی اینا واقعا عقب افتادن نسبت به جامعه ایران، نسبت به جامعه اینجا. اینطوری نیست، ما همچین حالت اوتوماتیکی نداریم که یک کسی در یک کشوری باشه واقعا بتونه رشد بکنه. حالا همین رو در مورد رشته هم شما میتونید بگید، اینکه یک کسی رفته مثلا جامعه شناسی خونده معناش نیست که مسائل فرهنگی رو بفهمه، مسائل سیاسی رو بفهمه و غیره، به خصوص به این دلیل که نه در دنیا، در ایران که خب 100% اینجوری نیست، ولی حتی در دنیا مفهوم روی کرده بین رشته‌ای عمرش بیشتر از 30 سال نیست، حد اکثر حتی 30 سالی که من میگم هم 30-40 سال زمانیه که مثلا اگر ما بیاییم مبنای کارمونو بگیریم، مثلا یک کسی مثل ایوان ایلیچ که میاد با این مسائل بین رشته‌ای رو مطرح میکنه، یا ادگار مورن موقعی که کارش رو شروع میکنه و غیره، که اینها تا دوره های بسیار متأخری آدم هایی هستن که اصلا سیستم دانشگاهی قبولشون نداشت و قبل از اون هم کسانی بودن، تمام کسانی که توی اصحاب دایره المعارف بودن، روسو، دیدرو، باز از اون هم برید عقبتر به قرن 16 برسید به شخصیتی مثل مونتین میرسید، که اینها کسانی بودند که از همون چندین قرن 400 سال 500 سالی که دارن میگن که این تکه تکه کردن دانش و شناخت هیچ کمکی که نمیکنه، هیچ ضربه هم میزنه. من به همین جهت بوده، من در رابطه با خودم گفتم من در اون حدی که توانم هست فکر میکنم مهمترین رسالتی که دارم و از عهدم برمیاد و در این جهت کار میکنم این نیست که برم چیزی کشف بکنم، برم مثلا نظریه جامعه شناسی بدم که تا الان کسی نداده، به خصوص که در رشته های علوم انسانی کار خیلی خیلی سخت‌تریه، یعنی اینکه شما اینجوری نیست که بیاین بخواید در کسی بد نظریه بده. شما ببینید مثلا کل نظریه پردازانی که بشه نام برد در مثلا جامعه شناسی در 100 سال اخیر، مثلا چند تا 20 نفر بیشتر نمیشن در برابر ده ها هزار نفر که توی این حوزه وجود داشتن. پس بنابراین کار ساده‌ای نیست، ولی اصلا من معتقد به این قضیه نیستم. من معتقدم که الان اون اشکالی که جامعه ما داره نبود دانش عمومی است، نبود فرهنگ عمومی است و آدم ها هم به جای اینکه اون فرهنگ عمومی رو داشته باشن همش به دنبال این هستن که یک تیپی از فرهنگ تخصصی داشته باشن. شما ببینید این همه آدمی که بحث میکنن از یک سری معدود از روشنفکران غربی و هی از این نقل قول میکنن، از اون نقل قول میکنن، هی میگن لیوتارد اینو گفت، نمیدونم فوکو اینو گفت، نمیدونم آرنت اینو گفت، فلان نه، اینها چقدر نسبت به مسائل اجتماعی آگاهی دارن؟ خیلی آگاهی پایینی دارن و یه سری چیزهایی یاد گرفتن و اینا رو تکرار میکنن و خب این آدم ها مسلمی که وضعیت خوبی نمیتونن از لحاظ فکری داشته باشن و درک کنن جامعه رو، به دلیل اینکه فکر کردن که مثلا 4 تا نظریه پرداز رو اسمشون رو بدونن و صحبت کنن ازشون میتونن مسائل رو بفهمن. اینا آگاهی ندارن و به نظر من یکی از چیزهایی که شما میتونید متوجه بشید یک کسی نه آگاهی داره نه میتونه داشته باشه زبان خارجی هست. یعنی کسی که به نظر من زبان خارجی یک به اصطلاح زبان زدی هست یا ضرب المثلی هست که میگن کسی که فقط یک زبان بدونه مثل اینه که هیچ زبانی ندونه. و واقعا من معتقدم الان کسی که انگلیسی نمیدونه، کسی که یه زبان بین المللی نمیدونه مثل اینه که اصلا هیچ زبانی ندونه. و خب این اولین قدمه که فرد بتونه یک زبان بین‌المللی یاد بگیره که با این همه دسترسی که در جهان وجود داره و این همه اطلاعاتی که درست و غلط همش قراقاتیه، این امکان داشته باشه که بتونه منابع مختلف رو مطالعه کنه. و بعد ما با یک بمباران رسانه‌ای روبرو هستیم، با یک ازدیاد و انباشت اطلاعات روبرو هستیم که خب هوش مصنوعی این رو ضبط در 100 یا 1000 خواهد کرد. و خب این که کسی بتونه بین این همه سیستم هایی که داره به شما اطلاعات میده، داره به صورت منبع اطلاعات خودش رو مطرح میکنه، بتونه یک دید
دقیق داشته باشه، منسجم داشته باشه، بتونه تحلیل کنه، بتونه حداقل روی وضعیت خودش تاثیرگذار باشه، کار ساده‌ای نیست. و من نظرم این هستش که بیشتر باید در این جهت کار کرد که ما بتونیم به این نتیجه برسیم. و حالا دیگه من یک دار از اون سال اولم فاصله گرفتم، ولی منظورم این بودش که اینکه شما انتظار دارید که کسی در یک حوزه چون تحصیل کرده مثلا حوزه‌های فرهنگی مختلف دیگر هم بشناسه، اینطور نیست متاسفانه، به دلیل اینکه اهمیت نمیدن. مثلا شما ببینید جامعه شناسا یا کسانی که در علوم اجتماعی هستن بسیار کم اهمیت میدن که هنر رو بشناسن، اصلا هنر برایشون اهمیتی نداره. یعنی فکر میکنن که هنر در همین حدی که برن چند تا فیلم فارسی ببینن یا مثلا حد اکثر یه دونه گالری برن تماشا کنن، متوجه نیستن که هنر چه نقش تاریخی بزرگی در سیر تکامل انسان داشته. همین رو ولی در مورد هنرمندان هم میتونیم بگیم که هنرمندان هم مثلا متوجه نیستن که بدون یک تحلیل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، خب شما تا کی میخواید فقط روی حسهای خودتون کار بکنید؟ ممکنه شما البته چیزهای خیلی عالی هم خلق بکنید، ولی احتمال از اون بیشترش این هستش که همجور دور خودتون بچرخین و بخواین ادای این و اون رو در بیارین. اگر شما میبینید در یک کشوری مثلا مثل فرانسه اینقدر خلاقیت هنری وجود داره، علتش به صورت تصادفی نیست که اینطوره. علتش در این هست که در اینجا هنرمند خودش رو فقط در هنر خودش نگه نمیداره. اگه کسی نقاشه به تمام هنرهای دیگه هم توجه داره و به علوم اجتماعی توجه داره، حتی به علوم دقیقه توجه داره، دنبال میکنه مباحث رو و غیره، و بیشتر قالب یک روشنفکر رو داره. در حالی که در ایران این نیست. در ایران یک کسی که شما خیلی حتما دیدید، خیلی ها هستن که معمارن، خیلی ها هستن که نقاشن، خیلی ها هستن که مجسمه سازن و جز اون حوزه خودشون هیچ چی نمیشناسن. و حتی برای من جالبه و این که برای شما بگم که در حوزه خودشون هم نمیشناسن. من بارها و بارها شده که با معمارها صحبت کردم، با نقاشها صحبت کردم و دیدم اینها به جز اون مکتبی یا حوزه‌ای که خودشون کار میکنن هیچی نمیشناسن و حتی در همون حوزه‌ای هم که کار میکنن هم همه چیز رو نمیشناسن. مثلا اگر یک کسی ادعا میکنه یا واقعا داره کار میکنه، کاراش هم خیلی خوبه، مثلا در حوزه نقاشی آبستره، این حتی دنبال نمیکنه اصلا که در دنیا چی داره میگذره در حوزه نقاشی آبستره. و به همین جهت هم هستش که خب خلاقیتش هم یه خلاقیت واقعی که بخواین روش حساب کنید نیست. خب سوالی مطرح شده که برای یک روشن فکر در بین سه پارامتر اخلاق و اندیشه و کنش کدوم باید اهمیت بیشتری داشته باشه. اولا من اینا رو به این شکل نمیبینم که ما بتونیم با اینها روابط تک خطی داشته باشیم. یعنی وقتی تو روابط تک خطی داشته باشیم لزوما دچار مشکل میشیم. من یک مثالی زدم در مورد روشنفکران راست. خب ببینید روشنفکران راست نمیخوام بگم بی اخلاق هستن، ولی روشنفکران راست یعنی مثلا روشنفکرانی که نسبت به نابرابری اجتماعی هیچ چیزی نداشته باشن، هیچ حساسیتی نداشته باشن، ولی بگن ما روشن فکر هستیم چون مثلا داریم کتاب می‌نویسیم، چون داریم رمان می‌نویسیم و غیره، و نابرابری اجتماعی براشون اصلا مسئله نباشه، حتی طرفدار داروینیسم اجتماعی باشن، طرفدار این باشن که هر کسی باید خودش گلیمش از او بکشه بیرون و غیره. خب اینها میشن آدمای بی اخلاق. ولی به همین جهت هم من وقتی میخوام از یک کسی مثلا مثل یوسانام ببرم، حتما بهش میگم روشنفکر اگه به اسمش رو بذارم میذارم توی گیومه. من قبول ندارم که کسی مثل یوسار روشنفکر باشه، چون به نظر من اینها نمیتونن از هم جدا باشن. این که میگم وجود دارن معناش این نیست که من هم به رسمیت میشناسمشون. ببینید این بازشناسی یا که بحثش رو ما در مجموعه مباحثمون هم کردیم همینه. یعنی این که بله جامعه به یک کسی مثل یوسا میگه این آدم در واقع روشن فکر، چون رمان نویسه، چون در مجموعه رمان نویسان جهان قرار گرفته، برنده جایزه‌های بزرگ ادبی شده و غیره.
ولی خب من قبول ندارم، من معتقدم یه آدمی که حاضر بره با فاشیستا کار بکنه و علیه انسانیت کار کنه من قبول ندارم، حالا ولی اینکه خیلی هم خوب رمان بنویسه. من سلین رو قبول ندارم، سلین کسی هست که با فاشیستا کار میکرد، سلین کسی هستش که سالیان سال نوشته های ضد یهودی مینوشت و در خدمت نجات پرستی فاشیستی بود، با آلمان ها که فرانسه رو اشغال کرده بودن کار میکرد. ولی خب بسیاری هستند که کسی مثل سلین رو معتقدند که نه، باید او رو عنوان یک نویسنده بزرگ فرانسه به رسمیت شمرد. یا فرض کنیم مارکی دو ساد که سادیسم از اسمش اومده، خب خیلیاتون ممکن بشناسید که تقریبا تمام عمرش زندان بود تو خاطر اینکه آدم‌ها رو کشته بود، چون معتقد بود که اصلا لذت تنها چیزیه که در زندگی معنا میده و برای همین هم هر چقدر دلش بخواد میتونه آدم بکشه تا لذت ببره. خب مجموعه کتاباش هم منتشر شده، در بزرگترین ناشر فرانسوی منتشر کرده، ولی این دلیل نداره که من بیام و بپذیرم که همچین آدمی به هر حال از نظر من یک روشنفکر، این مدل یک روشنفکر نیست. حالا اگر اسم کاری که این فرد میکنه بگذارید اندیشه، خب بله من در اینجا اندیشه رو میتونم به صورت حالا ذهنی از اخلاق جدا کنم و بگم که اندیشه چیز، اخلاق یک چیزه و کنش هم یک چیز دیگه است، هرچند که از نظر من اینها اصلا جدا نیستن. به نظر من پایه‌ای ترین اینها اخلاق هست. اخلاق لزوماً نه اخلاق دینی، به هر حال کسی که اخلاق دینی نداره باید یه اخلاق مدنی داشته باشه دیگه. اخلاق مدنی هم اونقدر که تصور میکنید از اخلاق دینی دور نیست. اخلاق مدنی میتونیم بگیم شکل مدرن اخلاق دینی هستش، در تضاد نیست با اخلاق دینی. در اخلاق دینی گفته میشه کسی حق نداره کسی رو بکشه، در اخلاق مدنی هم گفته میشه کسی حق نداره کسی رو بکشه و خیلی چیزهای دیگه. و بنابراین من فکر میکنم که اخلاق از همه اینها بالاتره و در حال حاضرم اون چیزی که در سیستم های بین المللی بر بقیه سیستم ها برتری داره اخلاق است. کمیته های اخلاق که در حال حاضر وجود دارن در همه کشورها، از جمله در فرانسه و کشورهای دیگه هستن که حرف آخر رو میزنن. هر دو کمیته های اخلاق یا اتیک کمیته هایی هستن که تشکیل شدن از دانشمندان، نمایندگان ادیان، نمایندگان سازمان های غیر انتفاعی، از جمله کسانی که از اخلاق مدنی دفاع میکنن و فیلسوفان و نمایندگان دولت، که اینها بر سر مسائلی که وجود داره تصمیم گیری میکنن. مثلا چندین سال پیش اینا تصمیم گیری کردن در مورد اینکه به اصطلاح مطالعات و پژوهش هایی که در زمینه بیولوژی داره انجام میشه، منظور و مطالعات مهندسی ژنتیک، اینها باید متوقف شه در بحث به خصوص کلوناژ، یعنی تکثیر یک به اصطلاح سلول یا یک تخم برای اینکه ازش یک موجودی دقیقاً مشابه خودش بسازن یا یک نوع کپی کردن به اصطلاح موجودیت، و این رو ممنوع کردن و الان ممنوعه. و خب اینو کمیته های اخلاق تصمیم گرفتن. الان هنوز کار به کمیته های اخلاق نرسیده، ولی در مورد در واقع همین هوش مصنوعی همین الان این مسئله مطرحه که در خیلی از کشورها جلوی به اصطلاح هوش مصنوعی رو که در قالب این چت جی پی تی وجود داره جلوش رو گرفتن و ممنوعش کردن در خیلی از حوزه‌ها، به خاطر ضرباتی که میتونه بزنه، ضرباتی که میتونه بزنه از لحاظ اینکه دروغ پراکنی بکنه، از لحاظ اینکه سیستم‌های حقیقت رو ببره زیر سوال، چیزای فیک درست کنه. این داره پیوند میخوره به اون چیزی که بهش میگن دیپ فیک، یعنی که جعل عمیق. ما در این مورد من قبلا هم یک مطلب کوتاهی نوشتم،
یعنی اینکه الان یک نفری بیاد و فرض بکنید به جای شما با قیافه شما، با لحن شما، با صدای شما بیاد و یه چیزایی بگه که شما نگفتید و شما چطوری بخواید ثابت کنید که شما نگفتید؟ خب یا مسائل خصوصی شما رو از سیستم‌های شبکه جمع‌آوری بشه، هوش مصنوعی میتونه این کارو بکنه اگر دسترسی داشته. ببخشید میگم دفت از یک جای قطع شد و من گفتم که داشتم این رو میگفتم که در مسئله رابطه اندیشه و اخلاق و کنش اینا به هم پیوند داره و از بین اینا اخلاق اصلا مهمتره. کمیته های اخلاقی هستن که امروز حرف آخر رو میزنن. اینها چند سال پیش جلوی به اصطلاح پیشرفت در زمینه علوم ژنتیک رو گرفتن و کلوناژ رو گرفتن و الان هم این بحث در مورد هوش مصنوعی مطرحه که باید از این قضیه اگر خطری تهدید بکنه به صورت جدی انسان رو، کاری که انسان داره میکنه و غیره، باید از این جلوگیری کرد. ما نباید بریم به طرف فرانک انیشتینی کردن علوم و غیره. بنابراین اگر من بخوام بین اینها یک سلسله مراتب قائل بشم، در این حال که من معتقدم اینها از هم دیگه قابل تفکیک نیستن، اخلاق رو به عنوان پایه قرار میدم و بعد کنش رو قرار میدم و بعد اندیشه رو قرار میدم. ببین اگه قرار به این باشه که من توی اندیشه بیام حرفایی بزنم و بیام اظهاراتی بکنم، حالا حتی به شکل غیر رسمی، و مثلا از انسانیت دفاع کنم، از نمیدونم فلان دفاع کنم، بدون اینکه نه اعتقاد اخلاقی به این قضیه داشته باشم و نه در عمل خودم این رو انجام بدم، خب این چه ارزشی داره؟ این نه تنها ارزشی نداره، ضد ارزشه. یعنی این ضربه میزنه به تمام اون کسانی که واقعا به این چیزها هم اعتقاد دارن. بنابراین من فکر میکنم که به این ترتیب ما اون چیزی که بیشترین نیاز رو بهش داریم و اگه نداشته باشیم بیشترین ضربه رو میخوریم اخلاق، و بعد از اون هم معتقدم و به شدت معتقدم، من اصولا معتقد به رویکرد فوکویی هستم و اون رویکرد فوکویی هم میدونید که به کنش اهمیت بسیار بالایی میده، همطور رویکرد وودیه به کنش بیشترین ارزش رو میدن. این مسئله نیست که شما چطوری فکر میکنید، مسئله اینه که چطوری عمل میکنید. فکر شما نیست که به صورت مستقیم مسائل اجتماعی رو میسازه، بلکه عمل شماست که میسازه. بنابراین وقتی کسی در عمل میاد و مثلا یک ضربه به جامعه میزنه، این بعد نمیتونه بیاد ادعا بکنه که بگه من ولی فکر من این نیست، ولی چون دارم غیر و غیر. و این دلیل این که به صورت عملی این کار رو میکنه اینه که مشکلی در اخلاقش داره. بنابراین پایه اخلاق، بعد عملی و بعد اندیشه است. سوالی شده در رابطه به این که آیا روشنفکران دینی قدمی در راه اصطلاح اندیشه برداشتن که مثبت باشه یا نه. به نظر من، ببینید، من اینطوری به قضایا نگاه نمی کنم. من اینطوری به قضایا نگاه نمی کنم که بخوام، چون این رو یک نوعی، هم چیزی که گفتم، یک نوعی قضاوت به نظرم میاد، یک نوعی داوری میاد که داوری با نقد متفاوته. نقد کردن یعنی این که من به هر حال جزء به اصطلاح اولویت های خودم بدونم که بیام مثلا روشنفکری دینی رو، کسانی که بهشون شما اشاره کردید، سروش اصلی و بعد پسرش هست، سروش دباغ و قبل از این هم شریعتی، و کسایی که مطرح کردید، خب میتونید کسای دیگه ای رو هم شما مطرح کنید که الان خیلی ها هستن. فرض بکنید آقای عبدالکریمی هستش، فرض بکنید آقای محدثی هستش، فرزندان خود آقای شریعتی هستن و غیره، و خیلی ها خیلی ها هستن، چون خیلی ها بودن که از همون دوره دانشجویان شریعتی بودن و بعد اومدن یا دانشجویان سروش بودن و الان وارد سیستم شدن. ببینید یه وقتی هست که من میام در مورد اینا میخوام داوری کنم که به این مسئله اعتقاد ندارم. داوری کردن یعنی چی؟ یعنی که من بیام و مثلا اینها رو محکوم کنم یا اینها رو بگم این سروش اگر حرف مثلا واقعا
قبول داره چرا خودش رفته آمریکا و ایران نیست، از این حرفا میزنم که من در مورد هیچ کسی این حرفا رو نمیزنم. و یه وقتی هست که نه، من نقد میخوام بکنم. نقدم اگه بخوام بکنم باید کاملا آثار اینها رو بخونم، رفرنس بدم، راجبش صحبت کنم. در اون صورتم من به هر حال باید یک اولویتی برای این کار قائل باشم. به عنوان مثال میگم، من الان برای مجموعه درس گفتارهای بعدیم که بعد از فاشیسم، چون الان فاشیسم داره تموم میشه و سه تا فکر کنم برنامهش مونده، سه یا چهار تا برنامهش مونده، بعد از اون من میخوام شروع کنم به کتابهای مهم قرن بیستم و در مورد اینها صحبت کنم و یه مقدار اولویت‌های خودم رو در اونجا نشون خواهم. من در اونجا در معرفی که خواهم کرد، فرض بکنید که هیچ کتاب فارسی در قرن بیستم جز اینا نیست، دقت میکنید؟ چون من فکر نمی کنم کتاب فارسی ما در قرن بیستم، تا امروز من دارم اینو میگم، از قرن بیستم یعنی از سال 1900 تا الان 2023، من هیچ کتاب فارسی فکر نمی کنم وجود داشته باشه که ما بتونیم از یک تأثیر بر روی فرهنگ جهانی در اون صحبت کنیم. و اولا این در یک مجموعه بزرگی به رسمیت پذیرفته شده باشه و بعدش هم من بیام و بخوام و منم مثلا به عنوان کسی که در حوزه فرهنگی کار میکنه بخوام بیام راجع به این حالا معرفی بکنم، توضیح بدم، مبنای یک درس قرارش بدم و راجبش صحبت بکنم. مثلا مثال براتون میزنم، کتابایی که از اول قرن مثلا مطرح هستش، مثلا کتاب اخلاق پروتستان و روح سرمایه‌داری هست، مثلا کتاب پنج درس درباره روانکاوی، اون کتاب اخلاق سرمایه‌داری و روح اخلاق پروتستان و روح سرمایه‌داری ماکس وبر هست، فرض کنین کتاب پنج درس درباره روانکاوی فروید هست، مثلا فرض بکنید که کتاب نبرد من هیتلر هست، مثلا فرض بکنید که کتاب سرنوشت بشری آندره مالرو هست و کتاب های دیگه ای که در قرن بیست، مثلا کتاب سیزیف، کتاب اسطوره سیزیف یا افسانه سیزیف کامو هست، مثلا 1984 جورج اورول هست، یا حتی روشنفکری که کاملا هم باش مخالف باشم، مثلا کتاب افیون روشنفکران ریموند آرون هست و این کتاب ها، نه هر کدومش من باش موافق باشم، چه یا فقر تاریخیگری پوپر هست، مثلا در این دو مورد آخر که گفتم، هم فقر تاریخیگری پوپر و هم افیون روشنفکری کاملا مخالفم، ولی معتقدم اینها تاثیرگذار بودن و اینها چیزایی که ارزش داره شما در موردش صحبت بکنید. ولی شما مثلا در حوزه اسلامی کتابی که مثلا بخواد از ایران که ابدا ندارید، حالا یک کتابی هست در این مورد که دو سه تا کتاب هست که در حوزه اسلام نوشته شده که مهمه، مهمترینش کتاب تاریخ رمضان هست که روشنفکر فرانسوی هست که اصلیتش عربه، در مورد به اصطلاح جنبش اصلاح طلبی در اسلام، و کتاب انصاری هست باز اونم در مورد اسلام، چند تا کتاب هست، دو تا کتاب هست که خیلی خیلی تاثیرگذار بوده. خب اولویت هایی که برای من به شخص وجود داره اینه، یعنی یک، باید من خودم رو دارای مشروعیتی بدونم که بتونم از اونها انتقاد کنم، و دو اینکه اصلا باید دارای یک نوع ارزشی براشون باشم که بخوام نقدشون کنم. و در مواردی که شما گفتید و به طور کلی در مورد اون چیزی که شما میگید نوآوری اسلامی، من زیاد معتقد نیستم در
این شخصیت هایی که شما نام بردید ما میتونیم ازش صحبت بکنیم. ما در همون کسانی که مطرح شدن در کتاب رمضان که مثلا فرض بکنید که افغانی هستش، الافغانی هستش، حسن بنا هست و غیره، در مورد اینا میتونیم صحبت کنیم، ولی بقیهش زیاد مطرح نیست. اسلام سیاسی که ما میتونیم در موردش صحبت کنیم به عنوان من یک فنومن فکری نمیشناسم، بیشتر به عنوان یک فنومن سیاسی میشناسم که مورد استفاده قرار گرفت، مورد برای به اصطلاح منافع خودش یک سری به اصطلاح از اندیشه ها رو تقویت میکنه یا ازشون سوء استفاده میکنه یا بهشون دامن میزنه یا بهشون میدان میده، و اونم وهابیگری هستش که خود آمریکا به راه میاندازه، عمدتاً از سالهای بعد از جنگ جهانی دوم، ولی به خصوص از سالهای 1970 یک نوع اسلام سیاسی به وجود میاره. اگر شنیده باشید میگن کمربند سبز، کمربند سبزی که ما الان داریم میکشیمش دیگه، یعنی یه طرفش ترکیه است، یه طرفش هم افغانستانه، و این برای این بوده که جلوی نفوذ روسیه رو بگیره و شوروی رو که در اون موقع مسئله اصلی که دولت‌های غربی بود، برای همین اسلامگرایی رو تقویت میکنه. بیشتر نگاه من این هستش و از این نقطه نظر به قضیه نگاه میکنم، ولی اینکه بخوام وارد نقد نظریات مثلا سروش بشم، شریعتی بشم، اولا باید من اینا رو به رسمیت بپذیرم به عنوان که اینقدر اینها مهمه که من وارد بحثشون بشم، که معتقد نیستم اصلا اینجوری باشه. مثل اینه که مثلا همون چیزی مثلا در مورد طباطبایی هم بارها گفتم، مثلا من معتقد نیستم مثلا ارزشی داشته باشه که مثلا شما بیایید مثلا میگم نظریات طباطبایی یا نظریات فردیت رو شما بخواید مثلا نقد کنید به عنوان نظریات آنارشیستی. من وقتی راجع به فاشیسم در ایران صحبت کنم احتمالاً اشاره‌ای خواهم کرد به اینکه همچین آدم‌هایی هم بودند که در تاریخ فاشیسم ایران تأثیر داشتن، ولی اینکه اینها آدم‌هایی بودند که مثلا در تاریخ جهانی تأثیر گذاشتند و غیره، اینها اینطور نیست. همطور که در مورد کشورهای دیگه اگه به مجموعه فاشیسم من نگاه کنید، به خیلی از آدم‌ها از نظر فکری من اشاره کردم، ولی ابدا اعتقاد ندارم که اینا رو شما مثلا بتونید بذارید بغل مثلا چه می‌دونم حتی لنین. در این مجموعه من از کتاب چه باید کرد لنین هم صحبت می‌کنم، ولی من معتقد نیستم که در اون حد باشن. در بیشتر یک مسئله است که علت اینکه اینقدر مطرح شده در خودش نیست، بلکه در اینه که در یک چارچوب سیاسی قرار می‌گیره که اون چارچوب سیاسی می‌خواد از اینا استفاده کنه. دقت میکنید مثلا در مورد شریعتی که این کاملا مشهوده که یک روشنفکر جهان سومی هستش که خودش تحت تاثیر کاملا غرب هست، ولی بعد تلاش میکنه همون کاری رو بکنه که فرض بکنید فرانس فانون میکنه یا دیگران میکنن، امه میکنه در فرانسه، که مسلما موفق نمیشه به خاطر اینکه اصلا اون ابزارها رو نداره، در اون حد رشد نداره، و قبل از این هم که اصلا بتونه واقعا به یک رشد ذهنی برسه که خب در میگذره. در مورد سروش و پسرش هم کم و بیش همین طور هستش، یعنی سروش که خب یک چیزی فنومنی بین به اصطلاح عرفان و شعر و بعد مثلا چه میدونم ادبیات و فلسفه و غیره هستش، و شما حتی مطالبش رو بخونید میفهمید، نوشته های سروش رو بخونید، اون نوشته اصلا بیشتر یک نوشته شکلی هست، یعنی صورت خیلی درش بیشتر اهمیت داره، یعنی براش مهم بوده که مثلا یک شکل خیلی زیبا درست کنه از اون چیزی که خودش بهش میگه زیبایی. و حتی این رو به یک نوعی ما تداومش رو در به اصطلاح اندیشه های پسرش هم میبینیم، به یک نوعی در نظریات آقای عبدالکریمی هم میبینیم، هرچند که خب آقای عبدالکریمی بین اینا مثلا به نظر من اصلا بهتر، و چرا؟ چون داره سعی میکنه که اون سیستم فکری خودش رو سعی میکنه که یک نوعی
مذهب رو نه در قالب مذهب بلکه در قالب عرف اجتماعی ببینه که باید این رو سازش داد با سیستم مدرن و غیره، که خب منم به این معتقدم، ولی به هر حال من مشروعیت این رو ندارم که نظریات اینها رو نقد کنم، بدن این که اصلا حوزه کاری من نیست، حوزه کاری الهیات، حوزه کاری دینشناسی، حوزه کاری فلسفه است، حوزه کاری اسلام شناسیه و نهایتا حوزه کاری سیاسی خاصی هستش، یعنی میتونم بگم مقدارشم سیاسیه، ولی سیاسی در یک ایدئولوژی خاص، یعنی ایدئولوژی دینیه، که من نمیتونم زیاد در این مورد اظهار نظر کنم، ولی اینکه اینها فکره، اینکه اینها روندهای فکریه، گرایش های فکریه، که اینها دوره اثرات زیادی بوده بدون شک، چنین شما ببینید که چقدر اینها دوزی شده، تکسی شده. من همه چیزی که به حساب توری توته نمیذارم که مثلا کسانی که به صورت مصنوعی خواستن این کارو بکنن، گفتم این رو ازش حوزه سیاسی هم استفاده کرده، ولی خب استفاده کسی حوزه سیاسی میکنه همیشه بستگی به این داره که واقعا چقدرم اون قابلیت استفاده شدن داره. یک نظری که اصلا نمیتونه بین مردم جا باز کنه، این مورد توجه حوزه سیاسی هم قرار نمیگیره. سوالی که مطرح شده در مورد تاثیر عوامل خارجی در شکل گرفتن شکل نگرفتن فرآیندهای فکری در جامعه ماست. اولا من مثل سایر موارد بگم که ببینیم من به تفکر اینجوری صفر و صدی یا سیاه و سفیدی اعتقاد ندارم. من معتقد نیستم جامعه ایران جامعه‌ای که در اون هیچ نوع روند فکری شکل نگرفته، هیچ نوع تفکری وجود نداره، هیچ نوع به اصطلاح نظری وجود نداره و ما یک جامعه هستیم که اصلا کاملا در خاموشی مطلقه، چنین چیزی رو من اعتقاد ندارم. خود همین که الان ما این جلسه رو داریم، بچه‌ها نشستن دارن گوش میدن، خود اینا سوال میکنن، مینویسن، جریان هایی که ما داریم الان به صورت انجمنها، به صورت الان یه مقداری ضعیف شدن، خب به خاطر این جریاناتی که اتفاق افتاده، ولی به هر حال چیزایی که داشتیم به صورت انجمنهای فکری که داشتیم، فعالان که به صورت مدنی کار میکنن توی محیط زیست، توی فرهنگ، توی ادبیات و غیره، اینا خب خیلی مفیدن. جریانات انحرافی هم خیلی داشتیم. از جمله جریانات انحرافی به نظر من برای کشوری مثل ما جریانات به اصطلاح نخبه پرورانه و نخبه گرایانه و جریاناتی است که نهایتا میکشه به کیش شخصیت. مثلا ما همش دنبال این هستیم که آدمهای بزرگ مثلا داشته باشیم، برای خودمون بت‌سازی میکنیم از آدمهای معمولی هستن. مگه نویسنده چیه؟ نویسنده مثل همه آدمهای دیگه است و میتونه اشتباه هم بکنه، میتونه حرفای بی ربط هم بزنه، میتونه هر چیز دیگه هم بکنه. این که همش به دنبال این هستیم که چهره سازی کنیم، این یکی از ضعف‌های بزرگ ایران. حالا در چنین شرایطی خب اینا ضربه میزنه و در مجموع وقتی جمع بزنید خب میبینید که در مجموع وضعیت چندان جالبی ما نداریم در مقایسه با جایی که میتونیم خودمون رو باشون مقایسه کنیم، و نه در رابطه با جایی که مثلا قابل مقایسه نیست. من که نمیام ایران رو مثلا با فرانسه مقایسه کنم، میام ایران رو مثلا با کشورهای عربی مقایسه میکنم، میام ایران رو با مثلا ترکیه مقایسه میکنم، میام ایران رو با کشورهای مثل پاکستان مقایسه میکنم، میام ایران رو با کشورهای آسیای جنوب شرقی مقایسه میکنم و غیره. در وقتی این مقایسه ها رو انجام بدید میبینید که نه، حضور اونها خیلی پررنگ تره. نباید خودمون رو گول بزنیم، ما خودمون رو دائما گول میزنیم. ببینید تمام اون وضعیت فرهنگی به اصطلاح افتضایی که ما داریم الان در ایران، شاهدیم دیگه، میبینیم که این فقر فرهنگی این اصلا بیداد میکنه. شما برید این مقدار تو این شبکه‌های اجتماعی ببینید چه خبره، هم خوبش بده هم بدش بده. یعنی هم اونهایی که واقعا با صمیمیت دارن کار میکنن، با حسنیت دارن کار میکنن، معلوم نیست که اصلا برای چی اون چیزایی رو منتشر میکنن که دارن میکنن، خوب و بد با هم منتشر میکنن، اصلا مثل که هیچ نوع عقلانیتی پشت این قضیه نیست.
همونو میبینید، هم از اون طرف هم یک موج گسترده لومپنیسم رو میبینید که رایج. خب این یعنی که جامعه اصلا نمیدونه اصلا چی میخواد، دور خودش داره میچرخه اصلا نمیدونه چی میخواد. خب نمیخوام بگم کشورهای دیگه اینطور نیستن یا کشورهای جهان سوم اینطور نیستن، کم و بیش اینطوری هن، ولی خب وضع ما خیلی بدتره. مقایسه کنید با همین ترکیه بغل گوشمونه دیگه، الان دارید میبینید به هر حال حتی در وضعیت سیاسیش داریم میبینید که انتخابات که میشه بالاخره هر چقدر هم که علیکی باشه انتخاباتش بالاخره یه انتخاباته و ما همون رو هم نمیتونیم درست انجام بدیم به شکلی که مردم یک رضایت نسبی داشته باشن و هیچ اعتمادی الان نسبت به اون قضیه سیاسی وجود نداره در جامعه. ولی خودمون رو گول بزنیم با این که چه میدونم بزرگترین نمیدونم فلان ایرانیه، اولین فضانورد جهان ایرانیه، اولین نمیدونم روز جهانی مثلا ریاضیات جهان به نام نمیدونم مریم میرزاخانی گذاشته شد. خب این معناش چیه؟ ببینید من خودم جزو کسانی هستم که یادبود مریم میرزاخانی رو با گذاشتن عکسش و زادروزش بهش احترام گذاشتم، برای که دختر جوانی بود و در سن خیلی جوانی درگذشت و استعداد خیلی بالایی داشت، ولی این ربطی نداره واقعیت قضیهش به این که ما وضعیت فرهنگیمون چیه. شما 50 تا که چی 100 تا مثل اون داشته باشید، این چیزی رو تغییر نمیده در فرهنگ عمومیتون. فرهنگ عمومی با این ستارگان نیست که به جایی میرسه. تازه باید ثابت کنید که واقعا این ستاره متعلق به شماست. این موردی که من گفتم شامل این نمیشه، چون اون کسی بوده که در ایران بزرگ شده و تربیت شده و غیره. خوب شما اکثر کسایی که بهشون رفرنس داره داده میشه برای اینکه بگن فرهنگ ایرانی خیلی بالاست، کسایی هستن که اصلا روی ایران ندیدن، توی خارج به دنیا اومدن، بزرگ شدن، سیستم تربیتی اونجا بودن، مدرسه اونجا بودن فلان، فقط از لحاظ خونی تبارشون به ایرانی ها میرسه همین. ولی اینو میگیرن به عنوان اینکه ما باهوش‌ترین ملت هستیم و باهوش‌ترین چه میدونم فلان هستیم، بهمان هستیم. خب نیست، این واقعیت اینجوری نیست. وقتی که اشکالش در چه، اشکالش اینه که وقتی شما اینجوری به قضايا نگاه کنید نمیتونید بفهمید که چتونه. دقت میکنید شما تمام علائم بیماری رو در خودتون نادیده میگیرید، مثل که یه آدمی که تمام بدنش از کار افتاده باشه، بعد میبینه که دستاش چقدر خوب کار میکنه، مثلا انگشتاش چقدر خوب تکون میده، و بعد دیگه به همه انگشتاش نشون میده، هر کی بهش میگه آقا تو داری میمیری، اصلا تمام بدنت داره زار میزنه، انگشتاش نشون بده میگه ببینید چقدر خوب انگشتام تکون میدم. این وضعیت ما هستش، دقت میکنید. و بنابراین من فکر میکنم که باید اینطور به قضایا فکر کرد که ما مشکل کارمون در کجا بوده، اون چیزی که به عوامل بیرونی برمیگرده. ببینید نباید بیفتیم به نظر من در اون تز دایجان ناپلئونی که آقا تمام دنیا نشستن توطئه کردن که ما پیشرفت نکنیم، ولی اگر به خودمون بود الان ما شده بودیم نمیدونم چی. نگاه میکنید به همین حرفای مزخرفی که دائم میشنوید، اصلا چه میدونم حقوق بشر چیه، ما اصلا حقوق بشر رو تأسیس کردیم، ما اصلا نمیدونم همه چیز، همه چی از ما میاد، ما همه کاری کردیم، ولی هیچ جوابی نداریم که خب بگیم که ما اگه شما کردین چرا وضعتون اینه که الان هستین. پاسخش هم فقط میتونه پاسخ نجات پرستانه باشه و اونی که دیگران حق ما رو خوردن. حرف نشد که نه بیفتیم تو اون نگاه دایجان ناپلئونی فکر کنیم همه دنیا توطئه کردن که ما عقب بیفتیم، نه بیفتیم توی این نگاه از این طرف که از ماست که بر ماست و یعنی یه جوری که اصلا خارج هیچ تأثیر نداره، همچون که یه سری از آدم های مثلا روشن فکر ما خیلی هستن، حتی کودتای 28 مرداد رو نفی میکنن، خود آمریکا و انگلیس اسنادش رو منتشر کردن، گفتن ما چی کار کردیم، چجوری کودتا رو طراحی کردیم، چجوری اجرا کردیم. هنوز شما در ایران روشنفکرهای داخل گیومه تراز اول، یعنی استاد دانشگاه تحصیل کرده، آدمی که همه قبولش دارن، شما دارید که رسماً دکتر مصدق رو میگه نوکر آمریکا بوده، نوکر انگلیس بوده، نوکر آلمان بوده و اصلا کودتایی در کار نبوده. کودتای 28 مرداد چی اصلا؟ اینا همش حرفه، اینا همش چیزه. خب شما اینم دارید دیگه، یعنی اینا اون طرف قضیه است،
اونم اون طرف قضیه است. یعنی همیشه شما این اکسترم ها رو میبینید، این نقاط حاد رو میبینید که اینا تفکر نیست، اینا ضد تفکره. وقتی کسی تفکر نداره است که میفته تو این اکسترم ها و نمیدونه که اصلا چی کار باید بکنه، چی باید بگه و غیره. و ما باید از اینها برحذر باشیم تا بتونیم برسیم به یک موقعیتی که بتونیم در تعادل فکر کنیم و امید داشته باشیم که با یک کار پیگیر، بدون اینکه هی منتظر باشیم که فردا یه اتفاق بیفته، نه، فقط امیدوار باشیم به اینکه این پیگیری بتونه در میان مدت و دراز مدت تدریجا نتیجه بده. نتیجه خواهد داد، ولی نتایج خیلی کوچیکی که ما باید ازش استفاده بکنیم. ما همی که نمیتونیم از چیزهای کوچیکی که به دست میاریم استفاده کنیم، یک خودش یک نقصه. من در اون بحثی که راجع به خوشبختی خواهم داشت این رو میگم که ما به رغم این که تفکر فلسفی و تفکر ادبی داشتیم که بسیار تاکید میکرده بر روی مسئله به اصطلاح ارزش داشتن دم، ارزش داشتن لحظه‌ای که دارید زندگی میکنید، تفکر خیام، ولی واقعا این رو درونی نکردیم در خودمون، یا به شکل بیمارگونه این رو درونی کردیم. یعنی این که واقعا بیخیالی و علیک خوش بودن معناش یعنی بهره بردن از دم، که واسه هم چیزی نیستش و این یک نوع برداشت عامیانه و غلط هستش از اون چیزی که میتونیم بهش بگیم تجربه زیستن در دم و زیستن در لحظه آنی و تجربه.